در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از تاکید وزرای خارجه عضو برجام بر لزوم حفظ توافق هسته‌ای، پاسخ ایران به اظهارات مقامات کانادا درباره سقوط هواپیمای اوکراینی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه دوم دی ماه آمار ابتلا به کووید 19 در جهان به مرز 77 میلیون و 900 هزار نفر نزدیک شد و تعداد بهبودیافتگان هم به 54 میلیون و 700 هزار نفر رسید. تا کنون حدود 1 میلیون و 712 هزار نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. با وجود اینکه قاره‌های آمریکا و اروپا همچنان به عنوان کانون اصلی کرونا شناخته می‌شود، موارد ابتلا در کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و تایلند نیز رو به افزایش است. کره جنوبی برای نخستین بار آمار ابتلای روزانه بیش از 1000 نفر را ثبت کرده است. در ژاپن هم علاوه بر افزایش ابتلا، آمار مرگ و میر به بالاترین میزان خود رسیده است. همزمان با گسترش گونه جدید ویروس کرونا در انگلستان، کشورهای مختلف پروازهای ورودی از بریتانیا به خاک خود را ممنوع کردند. مقامات سازمان جهانی بهداشت نیز ضمن هشدار درباره این گونه از ویروس کرونا در انگلستان که قدرت سرایت بالاتری دارد، اعلام کردند این اتفاق بخشی طبیعی از تکامل همه‌گیری است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا جلوی دوربین‌های تلویزیونی حاضر شد و واکسن کرونا را دریافت کرد. کمیسیون اروپا نیز مجوز استفاده از واکسن کرونای شرکت‌های فایزر و بیو انتک را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کرد. تأکید وزرای خارجه عضو برجام بر لزوم حفظ توافق هسته‌ای. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو برجام روز دوشنبه به ریاست جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه، چین و ایران به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست بار دیگر بر لزوم حفظ و اجرای کامل برجام توسط همه طرفها تاکید شد. اعضای حاضر درباره چالش‌های پیش روی برجام از جمله منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها نیز گفتگو کردند. اعضا ضمن ابراز امیدواری نسبت به بازگشت آمریکا به برجام تاکید کردند که آماده‌اند و همراه یکدیگر برای این مسئله تلاش کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد که این آخرین شانس اتحادیه اروپا برای نجات برجام است. هرگاه آمریکا و سه کشور اروپایی وظایف خود را انجام دهند، ایران بلافاصله اقدامات ترمیمی خود را که در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا و موارد نقض آشکار تعهدات سه کشور اروپایی انجام شده بود، باز می‌گردانند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم اعلام کرده ایران نباید آخرین فرصت حفظ توافق هسته‌ای را از دست بدهد. پاسخ ایران به اظهارات مقامات کانادا درباره سقوط هواپیمای اوکراینی. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مقامات کانادایی درباره سقوط هواپیمای اوکراینی روز دوشنبه اعلام کرد وزارت خارجه در بالاترین سطح به دنبال روشن شدن ابعاد ماجرا بوده و البته نیروهای مسلح و سازمان هواپیمایی کشور باید در این رابطه توضیح دهند. گزارش فنی آن آماده شده که برای اوکراین و سایر طرف‌های دخیل ارسال می‌شود. سعید خطیب‌زاده همچنین گفت مقامات کانادایی تلاش کردند مسیر طبیعی روشن شدن ماجرا اتفاق نیفتد و رفتارشان کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و سعی دارند با این اظهارات فضا سازی کنند. مقامات کانادا اخیراً اعلام کردند اگر کشورشان از روند تحقیقات و مجازات عاملان سرنگونی هواپیما راضی نباشد، ایران را به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌کشانند. تحقیق از نخست وزیر سابق ژاپن توسط دادستان‌های توکیو. دادستان‌های توکیو روند تحقیقات خود از شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن در پرونده مربوط به منشی او را آغاز کردند. اتهام شینزو آبه که ماه سپتامبر به دلیل مشکلات جسمانی از سمت خود استعفا داده بود را پرداخت هزینه‌های میهمانی حامیانش از سوی دفترش عنوان کردند. او سال گذشته در پارلمان ژاپن اتهامات مطرح شده را رد کرده بود. در این پرونده منشی شینزو آبه متهم است که گزارش‌های مربوط به این هزینه‌ها یعنی حدود 400 هزار دلار را ثبت نکرده است. اعتراضات در عراق در پی کاهش ارزش دینار.
صدها نفر از شهروندان عراقی روز دوشنبه در اعتراض به تصمیم بانک مرکزی این کشور برای کاهش ارزش پول ملی تظاهرات کردند. بانک مرکزی عراق ارزش دینار را به میزان 1/5 در برابر دلار آمریکا کاهش داده است. کاهش ارزش پول ملی عراق باعث ترس مردم این کشور شده و گزارش‌ها حاکی از افزایش خرید اقلام مورد نیاز در سوپرمارکت‌ها و بالا رفتن درخواست خرید دلار در این کشور است. وزیر دارایی عراق گفته اگر این اقدام انجام نمی‌شد، ظرف 6 یا 7 ماه آینده ذخایر ارزی این کشور به اتمام می‌رسید. در پی کاهش ارزش دینار، پارلمان عراق قصد دارد مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور را فرا بخواند. برگزیت همچنان در تلاطم. نخست وزیر انگلستان اعلام کرد هنوز هم مشکلاتی برای دستیابی به توافق در مذاکرات تجاری برگزیت وجود دارد، اما بریتانیا می تواند بدون توافق تجاری هم موفق باشد. بوریس جانسون گفته حتی بدون دستیابی به توافق، شرایط برای همکاری با سازمان تجارت جهانی بسیار رضایت بخش است، اما به این معنی نیست که بریتانیا نمی خواهد به توافق برسد. برگزیت بدون توافق باعث می شود با شروع سال جدید میلادی معاملات تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا با قوانین سازمان تجارت جهانی انجام شود، و این موضوع منجر به اعمال تعرفه در کالاهای وارداتی و صادراتی دو طرف خواهد شد.